آیا فکر کردی که چرا آفریده شده ای و چرا در این دنیا هستی؟ تو برای عبادت الله تعالی آفریده شده ای. الله تعالی فرمود و من جن و انس را نآفریدم مگر برای آن که مرا پرستند و بندگی تحقیق نمییابد مگر با پیرو شدن با امر الله تعالی. هرچی را که به تو امر کرده است اجرا بکن و از آن چی تو را من کرده است باز ایست و دور شو. آن کسی که به پروردگارش گناه میکند سزاوار مقام بندگی نیست و تو بنده حقیقی الله تعالی نخواهی بود تا وقتی که او را دوست داری و بزرگ بدانی و چیزی را به او شریک نآوری. همچنانه که الله سبحانه و تعالی فرمود و از مردمان کسانی هستند که به جز الله همتایان میگیرند. آنها را مانند دوستی الله دوست میدارند و کسانی که ایمان آورده اند در دوستی الله قوی ترند. با همراهی محبت خود به الله امید و ترس نیز داشته باش، زیرا ترس و امید به مثل دو بال پرنده است. اگر بال پرنده در وقت پرواز راست باشد پس پرواز راست انجام می‌یابد و اگر در یکی از بالهایش نارسایی دیده شود پس پرواز به ناقصی انجام می‌یابد. و بنده حقیقی الله نمی‌گردد تا اینکه عبادت الله را راه و منهج زندگی خود قرار ندهد. شعار و رسم آیین‌ها تنها در داخل مسجد نیست. همچنانه که الله سبحانه و تعالی فرمود بگو به درستی که نماز من و حج و قربانی من و زندگانی من و موت من همه برای الله پروردگاری عالمیان است. پس عبادت این است که باید همه معاملات اقتصادی، مناسبت های اجتماعی، برنامه های تعلیمی و تمام پهلوهای زندگی دنیا موافق قانون و شریعت الله انجام داده شود. الله تعالی فرمود ای کسانی که ایمان آوردید همه یک جا به اسلام درآیید. پس همه مسلمانان مأمور هستند که همه بندهای اسلام و شریعت آن را به خود گیرند و از روی همه فرمانهای او عمل بکنند و تمام بدی ها را به قدر توانایی ترک بکنند و تمام عبادت ها تحقیق نمییابد مگر با عبادت قلبی و مثل اخلاص و توکل و عبادت های زبانی و مثل ذکر و دعا و عبادت های بدنی و مثل نماز و روزه که با همه اینها ایمان انسان کامل خواهد شد. پس ایمان این تصدیق قلب و گفتن به زبان و عمل کردن با اعضا است. به تو بنده حقیقی الله نخواهی بود تا اینکه عبادت الله را تا آخر عمر خود دوام ندهی. حسن بصری رحمه الله گفت ای قوم، البته الله تعالی برای عمل شخص مؤمن وقت را مقرر کرده است که پایان آن وقت مرگ است. سپس این آیه را تلاوت کرد و پروردگار خود را عبادت کن تا وقتی که به تو مرگ برسد.